آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم هنج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه ها نهان حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سلام، روزتون بخیر دوستان و همراهان برنامه توضیح المسائل. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمومنین علیه السلام باشه و ذکر الله مجل ولی کل فرج بر قلب و زبانتون جاری باشه ان شاء الله. برنامه توضیح المسائل رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم از کربلای معلا، از استدیو بین الحرمین و ممنون آقا سید الشهدا علیه السلام هستیم که باز توفیق شد و با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. مقدمتا تبریک میگم خدمت شما عزیزان حلول ماه شعبان رو انشالله که با اعیادی که در پیش رو داریم خاتمه احزان و بلا بشه از جمیع شیعیان امیرالمؤمنین، محبین اهل بیت علیهم السلام و همچنین بشریت. در خدمت کارشناس و محترم برنامه جناب استاد رجبیان هستیم. به نیابت از شما عزیزان خیر مقدم میگم خدمتشون. سلام علیکم آقا، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله، خدا حفظتون کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله سیما بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین، اللهم عجل سید عزیزنا الفرج. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان و عزیزانی که همکنون از جای جای مختلف این کره خاکی ما رو دنبال میکنن. عرض تبریک دارم انشاءالله که استفاده کافی و وافی از برکات و رحمتهای خدای تعالی که ریزش عجیبی در ماه رجب داشت بنابر روایات کرده باشیم و همچنین از ماه شعبان استفاده کافی رو ببریم و خدای تعالی ایدی ما رو ظهور موفور و سرور امام زمانمون قرار بده. در خدمت شما هست. خدمت از بنده هست. خب 2964-773-0304-314 شماره ارتباط شما عزیزان هست، دوستانی که از طریق اینستاگرام و فیسبوک ما را همراهی میکنن و مکررن این روزها سوال دارن که آیا فرکانس شبکه در هاتپر تغییر کرده. نه خیر، این چنین نیست، بنا به دلایلی الان فقط از طریق 100 در خدمت شما عزیزان هستیم و یکی دو تا فرکانس هست که دوستان عزیز من در فضای مجازی منتشر کردن. همینطور که شما دارید توجه میکنید از طریق فیسبوک برنامه توضیح المسائل، از طریق فیسبوک شبکه جهانی امام حسین علیه السلام و همچنین از طریق اینستاگرام میتونید در پست ها یا استوری های این دو فضای مجازی هم دسترسی پیدا کنید به فرکانس ها و انشالله از طریق 100 بیننده ما باشید انشاءالله. مجددا عرض خواهش دارم از دوستانم در اتاق فرمان که همزمان با برنامه، چون شب جمعه هست و شب زیارت سید الشهدا علیه السلام هست و این ایام اصلا منسوب به سید الشهدا آقا ابوالفضل عباس آقا زین العابدین امام سجاد علیه السلام هست، به شما تصویر تو ویندو و دو تصویر نشون بدن از حال هوای کربلای معلا، هرچند که خلوت هست ولی کن با این خلوتی باز هم میشه زیارت کرد. به نیابت از شما عزیزان السلام علیکی یا ابا عبدالله این ضریح دلربای آقا سید الشهدا علیه السلام. و اما برنامه در روز پنجشنبه به دو قسمت تقسیم میشه و قسمت اول سوالات شما عزیزان هست، قسمت دوم صحبت جناب استاد در مورد امام زمان اجل الله فرجه الشریف. با اجازه جناب استاد بنده سوالات رو بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده بزرگواری پرسیدن که موقع وضوع اگر ناخواسته دستمان یا انگشتمان زیر آب بره وضوع باطل میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در این صورت وضوع باطل نمیشه، ولی برای مسح سر یا پا از اون آب نباید استفاده بشه، یعنی باید اون آب خشک بشه و آب از مواضع دیگه وضوع بگیریم و مسح بکشیم. سلام، وقتتون بخیر. آیا خرید و فروش ارزهای دیجیتال جایز است؟ فی نفسه ایرادی نداره این خرید و فروش، حالا مگر که مستلزم حرام دیگری باشه. بیننده بزرگواری پرسیدن که سلام، ببخشید، آیا خود ارضایی گناه دارد؟ خود ارضایی حرامه در دین مقدس اسلام، و امروزه پزشکان و دانشمندان هم اون ضررهایی که مترتب بر این عمل هست رو اعلام کردن و ثابت شده است. ولیکن دین مقدس اسلام یعنی هر چیزی رو که منع کرده براش راه حلی گذاشته، که ازدواج دائم یا اگر مقدور نیست به هر دلیلی ازدواج دائم، ازدواج موقت. بله. برای این که منع کرده از این کار، این دو راه حل رو گذاشته برای ما. بعد بیننده بزرگواری پرسیدن که جسارتاً یک سوال دارم، در شورای منحوس سقیفه عثمان حضور داشته؟ بله، ایشون هم در اون شورا بودن و یکی از بیعت کنندگان بودن للاسف. بیننده بزرگواری مقلد آقای سیستانی هستن، پرسیدن که در صورت شک در تعداد تسبیحات اربعه چه کاری باید انجام داد؟ تسبیحات اربعه به فتوای حضرت آیت الله سیستانی یک مورد کفایت میکنه، لذا خب اگر یقین داریم که یک مورد رو به جا آوردیم کافیه. بله، بیننده بزرگواری گفتن سلام، وقت بخیر، مادر همسرم 58 سالشه، تیر ماه گردنش رو عمل کرده و دیسک کمر داره و اسم بردن که یک بیماری رو داره که حالا من چون اسمش رو آشنا نیستم باهاش نمیارم، ولی گفتن یعنی سلول های بدنش به خودشون حمله میکنن، یک نوع خود ایمنی هست و توانایی راه رفتن و خم شدن رو نداره تا حد و عرض معذرت دستشویی، میتونه راه بره و وضو گرفتن، نمازش رو نشستنی میخونه، نمیتونه نمیتونه بلند بشه، بیسته و خماراست بشه، چه کار میتونه بکنه؟ صحیح هست اینطوری؟ اگر کسی نمیتونه ایستاد نماز بخونه، نشست نماز میخونه و قبول هیچ ارادی هم نداره. اگر کسی نمیتونه نشسته نماز بخونه، همون خابیده نماز میخونه. به هر حال نماز رو باید خوند به هر شکلی که در توانایی شخص هست و قبول هم هست، چون نمیتونه. حالا اگر کسی میتونه بیسته و نمیسته، خب بله اونجا ایراد داره. اگر کسی میتونه مثلا بعضی از جاهای نماز رو بیسته، خب همون بعضی جاها رو باید بیسته مثلا. بیننده بزرگواری مقلد آقای روحانی هستن، پرسیدن که بازی کردن با بازی هایی که در آن تاس به کار میرود مانند منچ چه حکمی دارد؟ حالا تاس خیلی موضوعیتی نداره، اگر که مثلا منچ رو با برد و باخت انجام میدن حرامه، اگه بدون برد و باخت ایرادی نداره. بله، دوست بزرگوار مقلد آقای حکیم هستن، پرسیدن که آیا جایز است به زن سیده که شوهرش سید نیست از سهم سادات داد؟ اگر که مقلد کی بودن؟ مقلد آقای حکیم. بله، اگر که این خانم ناداره، در فشار مالیه و همسرش هم حالا یا نمیکنه یا نمیتونه که اون رو از نظر مالی ساپورت کنه، اینجا سهم سادات رو میشه به همچین شخصی داد. خب، دختر و پسری که در دو کشور مختلف زندگی میکنن و قصد ازدواج دارن، آیا میتوانن یکدیگر رو بدون لباس ببینن، یعنی از طریق سایت های مختلفی که با هم در تماس هستن، در حالی که هنوز عقد یا نامزد نشدند؟ ایشون مقلد آقای فیاض هستن.
برای محرمیت دو نامحرم دو راه وجود داره، یا اینکه باید صیغه موقت بخونن یا صیغه دائم. البته حالا منظورم در بحث ازدواجه، چون مثلا حالا یک پسر و دختری که با هم ازدواج میکنن، خب به مادر دخترم محرم میشه به داماد، به هر حال برای امر ازدواج. و تا قبل این که صیغه محرمیت حالا یا دائم یا موقت خونده نشده، اینها به هم نامحرمن و نمیتونن به هم نگاه کنن. بله، انشاءالله در ماه مبارک در نیت روزه باید معین کنیم که روز چندم ماه رمضان هست که روزه میگیریم. ایشون مقلد آقای صافی هستن که این سوال رو پرسیدن. نیت که یه امر قلبیه، یه امر درونیه، ولیکن لازم هم نیست روز به روز. همین که ما میدونیم الان قربتاً الله این ماه رمضان رو شروع کردیم به روزه گرفتن، حالا 29 روز بشه 30 روز بشه، این ماه همین کفایت میکنه. اگر در این رو به عنوان آخرین سوال بپرسم جناب استاد، جسارتاً اگر در حالت نیمخیز یادمان بیاید که تشهد نگفته ایم باید چه کنیم؟ ایشون مقلد آقای سیستانی هستن. باید برگردن و تشهدشون رو بخونن و بعد مجددن ادامه نماز رو میدن. بله، خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. بفرمایید میان برنامه، بعد از میان برنامه در خدمت هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کدام از شما تو این آینده زندگیتون، 50 سال دیگه است، 60 سال دیگه است، 70 سال دیگه است، 80 سال دیگه است، بیشتره انشاءالله، کدومتون سعادتمندتر هستید؟ کدومتون روحیتون بهتره؟ کدومتون شبها از ناراحتی بیخوابی نمی کشید؟ از خستگی روانی، از خستگی اعصاب؟ در آینده زندگیتون کدومتون رنج نمیبره یا کمتر رنج میبره؟ این سؤالا جوابش را پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله در یه فرمایش کوتاه فرمودن. فرمودن حسن الخلق ذهب بخیر الدنیا والآخره. کسی که خوش اخلاقه، این خیرها، خوشیهای دنیا و آخرت را از آن خودش قرار داده. یعنی خوش اخلاقی. 50 سال دیگه که از امسال بگذره، در این 50 سال کدوم از شما خوشتر گذروندید؟ دنیا جای گرفتاریه، جای مشکلاته، اما یه وقت یه مشکلاتیه انسان خورد میکنه، یه وقت نه، یه مشکلاتیه اعصابو تلف میکنه، یه مشکلاتیه نه تلف نمیکنه، یه مشکلاتیه انسانو به تیمارستان میکشه، یه مشکلاتیه نه نمیکشه به تیمارستان. اونی که تلف نمیکنه اعصابو زیاد نمیکشه به تیمارستان، خورد نمیکنه، اون مال کسیه که خوش اخلاق باشه، تصمیم بگیره خوش اخلاق باشه، تصمیم بگیره برخورد ابتدائیش و برخورد انعکاسیش هر دوش خوب باشه، وقت انفلاتاش کم میشه. شما اگر نه 1 میلیون، نه 1 میلیارد، 100 میلیاردم پول پیدا کنید، این راحتی روان برای شما ایجاد نمیکنه، این استراحت خواب را برای شما تأمین نمیکنه، ممکنه به عکس باشه. اصلا هر قدر درس بخونید، دانشگاه، مقامتون بالا بره، استاد دانشگاه بشید، پزشک بشید، مهندس بشید، این تأمین کن نیست. کارمند رده بالا برید بشید، این تأمین نمیکنه. چیه که میذاره شما شب راحت بخوابید؟ شب تا صبح اعصابتون خرد نباشه و بیخوابی بکشید و فردم گیج باشید، خسته باشید. این خوش اخلاقی.
آدمی که تصمیم گرفت خوش اخلاق باشه، با خوش اخلاق خوش اخلاق باشه، با بد اخلاق هم خوش اخلاق باشه. این مهمترین مسئله که راحت روان باشه براش تأمین میکنه. خیلی ممنونم، متشکرم. عرضم به خدمت شما این که این روزها همه ما یک دغدغه در دل داریم و شاید بشه گفت که اکثریت مردم، اکثریت مردم دنیا نگران هستن. حالا هر کس به یک نحوی نگرانه، ولی خب این بیماری که پیش اومده، ولی یک قشر خاصی خیلی نمیدونم همون خواستن، یعنی بهتر از این الان واژه به ذهنم نمیرسه، میدونن که به کجا باید متوسل بشن و از کجا باید طلب کنن که ان شاء الله خاتمه این نگرانی بشه، خاتمه این احزان بشه، خاتمه این بلا بشه. هر کدوم به نحوی به مشکلی که گرفتار هستن میدونن که فقط فرج حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف باعث ختم این بلاها و این گرفتاری ها میشه. بحث جناب استاد هم در مورد ظهور و دعا برای ظهور هست، درسته؟ اگر تو ذهنم مونده باشه انشالله توجه کنیم و بهتر از قبل یاد بگیریم که چگونه دعا کنیم، چه شرایطی رو باید داشته باشیم تا بتونیم دعا کنیم برای فرج حضرت انشالله. بفرمایید جناب استاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله در ماه شعبان هستیم و در کربلاء معلا، در جوار ملکوتی آقا حضرت سید الشهدا علیه السلام. یک مبحثی رو انشاءالله شروع کنیم، بله، که حالا چند هفته بتونیم تمامش کنیم، پیرامون ضرورت حضور امام و اینکه امام رو اونگونه که هست معرفی کنیم. شیطان و شیطان سیرتان که بزرگترین دشمنان وجود شریف امام زمان علیه السلام هستند، مستقیم یا غیر مستقیم القاعاتی از ترس از امام علیه السلام در اذهان عمومی ایجاد کردند. بله. و ما هم به علت دوری هزار و چند ساله از امام بعضن ممکنه باور کرده باشیم. اول اینکه طبق روایات متعدد، من جمله روایتی که امام حسن عسکری پدر بزرگوار امام زمان علیه السلام می‌فرمایند، ایشون می‌فرمایند که در زمان غیبت فرزندم بلا و گرفتاری و شدائد هست و گریزی از اون نیست، مگر برای کسانی که در اعتقاد به امامت فرزندم ثابت قدم باشن، یعنی صحت اعتقادی داشته باشن، اعتقاداتی در صراط مستقیم داشته باشن، و برای فرج امام زمانشون که همون فرزند امام عسکری هست دعا کنند. امام حسن عسکری علیه السلام و بقیه اهل بیت عصمت و طهارت در روایات مختلف راه نجات از گرفتاری ها، امراض، شدائد رو دعا برای فرج امام زمان علیه السلام دونستن. حالا این دعا یقینا و 100% به معنای این که نشستیم و مثلا اللهم عجل ولیک الفرج گفتیم نیست، این شامل میشه اما به این ختم نمیشه. دعایی که حتی الان، یعنی این بحث معنویش به کنار، حتی دانشمندان ما، دانشمندانی که در جریان فیزیک کوانتوم در اون قسمت قانون جذب مطلب نوشتن، اینها هم اذعان کردن که آخه یه بحثیه که
هر آنچه تصور کنی به سمتت میاد در این فیزیک کوانتوم. بله. بعد اینا اذعان کردن که صرف این که شما تصور کنید نیستا، تصور کنید و عمل کنید، اگه عمل نکردید به سمتتون نمیاد. این در این حده که میخوان بگن که تصورات منفی نداشته باشید، امواج منفی رو به طرف خودتون جذب نکنید، مثبتگرا باشید، تصوراتتون از آیندهتون از اطرافتون مثبت باشه، بعد به شرطی که فعالیت کنید اون مثبت‌ها رو به سمت خودتون طبق قانون جذب می‌کشید. حتی الان دانشمندان اذعان کردن در ادعیه هم همینطوره. یعنی اون همه فواید و آثاری که برای حالا ما بحثمون دعا برای فرج امام زمانه، دعا برای ثروتمند شدن، من الان میخوام دعا کنم خدای من ثروتمند بشم، دعا باید کرد، اما اگر دعا کردیم و اقدامی نکردیم، ما معلومه که روایت داریم که خدای تعالی میفرماید که به زمین که تا کسی زحمت نکشه عرق نریزه روزی بهش نده، دعا باید بکنیم، بعد فکرمون خوب کار کنه، سیاست گذاری کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی داشته باشیم، برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت اقتصادی داشته باشیم، احتیاط کنیم، نمیدونم هزار و یک کار باید انجام بدیم بعد از دعا. این دعا تنها که اتفاقی نمیفته. در امر فرج موفور السرور امام زمان علیه السلام هم اینه، یعنی تمام دستوراتی که از خود وجود شریف امام عصر علیه السلام چقدر دارن که میفرماین که به شیعیانم بگید دعا کنن. بله. این دعا رو نباید صرف همین دعایی که دستمون میکنیم بالا، این اوله، این مقدمه است. دعا یک مجموعه اعمالی است، این مقدمه است. یعنی دعا میکنیم بعد در راستای اون دعایی که کردیم باید حرکت کنیم. مگر نه خب دعای تنها که چیزی نداره. امروز که اکثر دنیا از ترس جانشون هم که شده رو به معنویات آوردن، حالا اون که مسیحیه به کلیسا میره، اون که مسلمانه به حرمهای اهل بیت عصمت و طهارت میره، بله، امام زمان علیه السلام اون منجی آخر الزمان، الان فرصت خیلی خوبی است که به مسیحی هایی هم که افتخار میکنن که ما کلیسا رو تعطیل نکردیم و میریم اونجا دعا میکنیم تا خدای تعالی این امراض رو از ما برداره، اینجا باید اونا رو یک کسی بیاد متوجهشون کنه که این قدم خوبیه که شما در کلیسا میرید و دعا میکنید، اما شما خودتون طبق فلان جای کتابتون قائل به منجی هستید، شما در کلیسا هم که میرید اگه میخواد این بلیه بره و برای همیشه بره و دیگه هیچ وقت بر نگرده، اون منجی رو از خدای تعالی منجی رو بخواید. مردم مسلمان همینطور، عرض کردم که جمیع ادیان و مذاهب آسمانی قائل به منجی آخر الزمانن، منجی. و جالبتر این که وقتی مطالعه میکنید تمام مشخصات اسنای وردن ها، اما مشخصاتی که میدن مشخصات همین امام زمان خودمونه میدن. یعنی تمام ادیان و مذاهب موجود فعلی در دنیا همه معتقد به یه شخصن، حالا هر کسی به یه شیوه، اما اون مشخصاتی که شیعه از منجی آخر الزمان ارائه میده با اون مشخصاتی که مسیحیت ارائه میده، با اون مشخصاتی که زرتشت ارائه میده، با همین تک تک بودایی حتی ارائه میده، بل، همه یکیه. فقط یه فرق داره، چون اونها تحریف شده، بعضا تفاوتهای خیلی جزئی داره و روایات ما محفوظتر و محسونتر از اون مثلا مسیحیت یا زرتشتی یا بودایی یا هندو یا ادیان و فرق مختلفه. الان همه باید منجی رو بخوان، منجی که خدای تعالی از روز اول میخواست بشر بدون منجی نباشد، بدون رهبر نباشد، رهبر معصوم، و شد. امروز یک ویروس خیلی کوچک به تمام دنیا ثابت کرد که خیلی ضعیف و حقیرید بدون معنویات، با فاصله از خدای تعالی، با بعد از خلیفه خدای تعالی،
در امروز، در عصر تکنولوژی، در عصری که تمام دانشمندان و پزشکان ما افتخار میکردن و مغرور شده بودند که بله در قبل یه بیماری کوچک اینقدر تلفات داشت، امروز تلفات که سهله، کل روند اقتصادی کره زمین رو به هم ریخته یه ویروس کوچک. بله. اینقدر بشر بدون امام زمان علیه السلام حقیره و ناتوانه. بعد مشکل و مانعی که این وسط هست ترسیه که شیطان در طول سالهای مختلف به ذهن افراد انتقال داده که امام زمان علیه السلام اگه اومد میکشه میکشه شما، اگر گناه کردی میکشدت، اگر چیکار کردی میکشدت. خب هر کسی هم نگاه میکنه به هر حال یه جایی گناهی کرده، پس اگه امام زمان بیاد خب پس فاتحش خونده میترسه. یعنی اقل فایده این عقیده غلط برای شیطان اینه که خب مردد میشن. شایدم باشه، شایدم بکشه، شایدم نکشه، دیگه مردد میشن دیگه. و این باید حول این صحبت بشه. 3 دقیقه تقریبا صحبت حول این مسئله باید در جلسات آینده صحبت بشه. روایاتی داریم که امام زمان علیه السلام حکومتشون عین حکومت رسول خداست. بله. رسول خدایی که در اون فتح مکه اینا جوزده شدن، مسلمین فریاد زدن الیوم یوم الملحمه، الیوم یوم الملحمه. رسول خدا فرمود نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز انتقام گیری نیست، امروز روز رحمته، روز بخششه، روز عفوه، روز اتحاده. حالا انشاءالله این مقدمه ای باشه برای جلسات بعدیمون در هفته های آینده. من در خدمت شما انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد. خیلی ممنون و متشکرم از شما عزیزان. یکی دو دقیقه که فرصت داریم دست دعا برمیداریم و عرضه میداریم که اللهم کن لوالی یکل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمت که یا ارحم الراحمین. انشاءالله که با تمام شدن این بلایا و تمام شدن این ویروسی که الان دامنگیر کل بشریت شده یک جورایی، انشاءالله که با فرج حضرت حجت عجل فرج و شریف خاتمه احسان بشه برای همه شما عزیزان. یا علی مدد. آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد در بندگی به بندگان نشان شرح توزیر مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن